سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. ببخشید من یه روش بزنم تا بچه ها میان. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی از جدیدترین برنامه های شراب داغ با آریان عارفی. امیدوارم تا آخر لایو باشیم و از این لایو جنجالی و آموزشی و فرهنگی لذت ببرید. همونطور که میدونید شراب داغ هر دوشنبه شب برگزار میشه ساعت 12 شب و از این به بعد مدیریت شراب داغ خودم بر عهده دارم. از این بعد هر کس میخواد تو برنامه شراب داغ شرکت کنه به خودم پیام میده. و اینکه یه پیج جدید زدیم برای شراب داغ، فقط مخصوص شراب داغ هستش. استوری میکنم، دوستانی که میخوان در شراب داغ شرکت کنن میتونن اونجا پیام بدن، خودم چک میکنم و خودم دعوتشون میکنم. بله، بله، موضوعاتی که این شب میخوام در مورد صحبت کنیم دوباره خانواده LGBT هست. ترنس های عزیز رو میخوام بیاریم بالا و در مورد دنیاشون میخوام با شما صحبت کنیم و آشنایی با خانواده ترنس و اینکه جامعه و موزل ها و خوشی ها و هر چیزی دیگه هستن. دوستانی که تو لایو هستن، من امشب لایو شراب داغ، لایو آموزشیه. من به هیچ عنوان نمیتونم فان باشم، به هیچ عنوان نمیتونم داد بزنم، به هیچ عنوان نمیتونم عصبی بشم و لطفاً لول کلاس خودتون رو رعایت کنید. برنامه شراب داغ، برنامه مهموناش قبلا انتخاب شدن و میخوان شرکت کنن تو لایو. پس لطفاً ننویسید منو بیار، یکم برای خودتون، برای وجود خودتون ارزش بذارید. من ممنون میشم. لطفاً یکم برای وجود خودتون ارزش بذارید. برنامه شراب داغه، من نمیتونم عصبی بشم، نمیتونم فان بشم، پس اجازه بدید که منم برنامه ما قشنگ یک ساعتی که تو لایو هستیم و بتونیم قشنگ ادامه بدیم. ممنونم. اوکی، پس من مهمونا رو دعوت میکنم. مهمونای عزیز من همه تون رو فالو دارم، لطفا درخواست بدید. توی درخواست ها من میارم اتون بالا. نوشه مهران مدیری جر. عزیزم من حداقل هر چی هستم تونستم، اگر یک کونی هستم، اگر هر چی هستم تونستم یک فرهنگ سازی کنم، تونستم یک برنامه رو درست کنم. ولی خوب میفهمم تو چرا این حرفا رو میزنی، چون تو در حد من نیستی، چون تو آرزوتی که یه لحظه جای من باشی و من اینو واقعا از درون حس میکنم و داره به این قدرت میده. مرسی که هستی و این حرفاتو میزنی. Thank you so much. Thank you so much. بعد از این لایوم، لایو جرأت حقیقت نمیذارم، چون میخوام امشب جریمتون کنم، چون امشب میخوام تحریمتون کنم که بفهمید در شراب داغ چجوری صحبت کنید. اوکی، بعد این لایوم چیز براتون نمیذارم، لایو جرأت حقیقت نمیذارم، فانم نمیذارم تا تحریم بشید، تا یاد بگیرید در لایو های شراب داغ چجوری کامنت بذارید. ممنون میشم. آره، چون من تو کامنت ها نمیتونم بیارم. آره، سلام. سلام، خوبی؟ این یه لحظه ببخشید، من مهمونای دیگر رو دعوت کنم. لطفا گوشیتون یه جا ثابت بذارید ازم. اینجا اوکی دیگه؟ نه، برای من اوکی نیست عزیزم، بذاری یه جا ثابت. ممنون میشم. مرسی. سلام. سلام عزیزم، چطوری؟ خیلی خوش اومدی. قربونت، مرسی.
چطوری؟ چه خبرها؟ ممنونم. من به مهمان بعدیمونم پیام دادم تا آماده بشه، حالا 2 دقیقه صبر میکنین تا بیاد. اوکی، خب بچه ها خیلی ممنون، خیلی خوش اومدین، مرسی که دعوت منو پذیرفتین. خب اوکی، اگه میشه که از مهمان نیلو جان، از نیلو جان شروع میکنم. نیلو درسته؟ آره. نیلو جان، خب نیلو جان هستین و شما اهورا؟ بله. اهورا جان. خب نیلو جان از شما شروع میکنم، اگه سلامی هست بفرمایید خودتون لطفا برای من و بچه‌ها خیلی کوتاه معرفی کن. سلام، من نیلو هستم، 17 سالمه، اهل آذربایجان غربی. آذربایجان غربی، یعنی ترک هستی؟ نه، کردم. آه کرد هستین، خیلی خوش اومدید. و از خانواده ال جی بی تی کدوم شاخش هستی؟ ترانسکشوال. ترنس هستید، خیلی خوش اومدید. اهورا جان خودتو اگه سلامی هست بفرمایید، کوتاه معرفی کن برای بچه‌ها. سلام میکنم به تو عزیزم و نیلوی آذربایجانی و بله، منم ال جی بی تی ام و از شاخه تی اس. آه نه، خودتو معرفی کن، اسمت چیه، چند سالت، از کجا هستی؟ آها، اهورام ایست و از ایران. ایران کدوم شهرش؟ مشهد. مشهد، خیلی خوش اومدی. 20 سالته و ترنس هستی؟ بله. ترنس هستی، ترنس مرد به زن، درسته؟ Yes. آه. و چی نیلو جان شما چی، ترنس مرد به زن، درسته؟ درسته. درسته. خب اوکی، خب هستیم، ما منتظر مهمان هستیم حالا که صحبت میکنیم. خب چیز اهورا جان، مثلا میدونی که مشهدی ها کسایی که تو مشهد هستن دو دسته هستن، یکی از دو نوع ایرانی تو مشهد، ایرانی های مشهدی و ایرانی خود ایران و ایرانی که بهش میگن بربری، که شناسن میدارن. شما از اون بربری هاشین؟ نه، ها خب، یعنی ایرانی هستید یا بربری؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. خب بگو، افغانی هستین؟ آره. آره. خب عزیزم با افتخار بگو، خیلی خوشحال میشم. خب درسته. خب چون تو مشهد، خب چون خیلی بربری داره، درسته؟ به خاطر اون چی شده؟ میگم چون تو مشهد خیلی بربری داره. آره بابا، یعنی نیا کن از در بری بیرون، از پنجره اومدی تو، انقدر که زیادن. اوکی، خب پس من مهمان بعدی رو دعوت کنم و لایو شروع. خب بچه من مهمان بعدی هم یکی اومده کامنت گذاشته با افتخار یه باسنیه. نمیشه من گوش رو اینطوری بگیرم؟ خب باش بزن هر جور راحتی، من برای خود گفتم که دستت خسته نشه، وگرنه برای من هیچ مشکلی نداره. خب من مهمان من دعوت شراب کردم. آره نوش جون هست. سلام آریان جان، خوب هستی؟ سلام عزیزم، تصویر تو نداری؟ یه لحظه، من الان میام. مهمان سومم که اسمش رو یادش کنیم. تصویرش میاد. آماده ای عزیزم؟ بله، من یه افکت بذارم الان میام عزیزم. برای چی قبل از اومدن درست نمی کنی؟ آیان ببخشید، من میتونم یه دقیقه برم؟ مثل من 3 ساعت پیش قشنگ نشستم، به خودم رسیدم، مطالب آماده کردم، اومدم توی لایف. یاد بگیرین یکم. بابا باشه، برو ازم بیا، خدافظ. بله میتونم من برم پایین دوباره بیام؟ ببخشید آیا منم من خرابم؟ نه درستی از سبکان. ریحانه میگه آمادم. ای بابا
اندازه انگوش کوچیکه من نمیشن. من 3 ساعت پیش نشستم قشنگ آماده شدم، موهامو براوشین کردم، اومدم بشم پای برنامه زنده. یکی میاد بالا افکت نذاشته، چه میدونم مسواک نذاشته، چه میدونم ابروش فر نذاشته، چه غلطی دارین میکنین 3 ساعت؟ من مهمان آخرم دعوت کنم و بریم بچه، چون وقت نداریم، 1 ساعت وقت داریم با 4 3 تا مهمان. خب دیگه برنامه زنده از پیش میاد ازم اب نداره. بچه من بچه که تو لایو هستم من معذرت میخوام. خب دیگه بچه لایو زنده است دیگه، خب بعضی موقع پیش میاد این چیزا. سلام عزیزم، قربونت، مرسی. نیلو جان شما تا مهمان بعدی میاد یکم از خودت بگو عزیزم، شروع کن. گفتی که 17 سالته، از آذربایجان، درسته؟ آذربایجان غربی. غربی و کرد هستی. تنها زندگی میکنی یا با خانواده؟ با خانواده. با خانواده هستن. خانواده میدونن ترنس هستی عزیزم؟ آره میدونن. خب چی شد؟ از کجا فهمیدن؟ خودت گفتی یا متوجه شدن؟ خودم گفتم، قبلا قبولم نداشتن ولی کم کم دیگه با هم کنار اومدن. خب بگو برامون، تعریف کن عزیزم. نزدیک 13 سالم بود، بله فهمیدم که مثلا با همکلاسی خودم فرق دارم، بله عزیزم. مثلا نمیتونم با دختر باشم. بله خاطر همین رفتم به مامانم گفتم و دیگه مامانم منو برد دکتر و آزمایش هورمونات و اینا. خب چی به مامانت گفتی؟ چطوری گفتی بهش؟ یه لحظه ببخشید، من اینجا نشستم. شما مهمان من هستید. خب نه سوال شد در من ازم بزنی. اگر سوال ببخشید شما نمیتونید از مهمان دیگر سوال کنید. بله. اگه سوالی شد اجازه بگیرید، بگید که اجازه هست من سوال کنم. دوست عزیز جواب میدم، ما داریم گوش میکنیم. بفرمایید. 13 سالت بود، ادامه بده. فهمیدم که فرق دارم، به مامانم گفتم، مامانم زیاد جدی نگرفت، گفت چند نفر دیدی جلو چشمت جذابه، وگرنه همچین چیزی نیست، بزرگ بشی خوب میشی. خب منم دیگه بیخیال شدم تا یه مدت، دیدم که اصلا نمیتونم مثلا با دختر باشم. بعد دیگه سلام. سن 14-15 سالگی بود. بعد یه لحظه نیلو، معذرت میخوام چون مهمان عزیزیم. خیلی خوش اومدیم، مهمان چهارممون اومد. ریحان جان خیلی خوش اومدی، اگه سلامی هست برای من و بچه ها یک معرفی کوچیک بکنو که بریم رو بحثمون، چون خیلی منتظرت بودیم. بله ببخشید به خاطر اینکه دیر کردم. سلام میکنم خدمت آریان جان و مهمانان عزیز، همچنین تمام فالوورای کل که الان در خدمتشون هستیم. بفرمایید یک معرفی کوچیک بکن بعد ما بریم بحث. من ریحانا هستم، آلمان زندگی میکنم و همین دیگه. چند سالت اگه دوست داری بگو دیگه، سنو نگم. نمیگی، اوکی، فقط آلمان زندگی میکنی، اوکی. خب برگردیم به شما. خب نیلو جان، بچه ها سه تا مهمان داریم، خودتون قانون شراب داغ رو میدونید چیه، که وقتی که یکی صحبت میکنه یه مهمان صحبت میکنه، دو تا مهمان دیگه ساکت هستن که ما ببینیم چی میگن. به همه نوبت میرسه، همه میتونن صحبتاشون رو داشته باشن. اوکی اوکی بفهمه نیلو جان. خب گفتی 13 سال بود و به مادرت گفتی، تعریف کن برام. مامانم زیاد جدی نگرفت، گفت که مثلا چند تا ترنس دیدی، چند تا دختر دیدی، رفتار اونا رو واسه جذاب بوده، به خاطر همین رفتار رو انجام میدی. بعد منم پیش خودم گفتم حتما بزرگ بشم خوب میشم. بعد بعضی توی مدرسه یه دونه معلم داشتم، معلم گفت که تو ترنسی، یا ترنسی یا گی. بعد منم به خانوادم گفتم که من همچین مشکلی دارم. اون موقع کنار نیومدن ولی کم کم منو بردن دکتر، آزمایش هورمون گرفتن که هورمونای دخترونم بیشتر بود و
به خاطر همین دیگه گفتن ترانسی و بعد خودتو عمل کنی، اگه دوست داشتی، اگرم نداشتی که هیچ. بعد چی بود؟ خیلی این راحت بود و این همه مثلا الان مثلا در دهه الان، خب مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش هیچ کسی این قدرت رو نداشت که به خانواده ها بگه که من ترنس هستم یا مثلا من دوست دارم دختر باشم و پدر مادرها باش برن دکتر. چی شد اینو، این همه اعتماد به نفس، این همه قدرت از کجا می اومد؟ تو جای دیده بودی یا خودت کلا این قدرت تو وجودت بود که اینقدر راحت به خانوادت گفتی؟ کسی حمایتت میکرد؟ چی بود جریان؟ خانواده من، هم پدرم هم مادرم تحصیل کردن و اطلاعات کاملی در این موضوع داشتن. بله، مثلا میدونستن که من اینجوریم، فقط با عمل مخالف بودن یه مدتی. بعد من ترنس های دیگر که دیدم مثلا خیلی با خانواده اوکین و بهشون گفتن و گفتن تو هم برو بهشون بگو، یا قبول میکنن یا نمیکنن دیگه. درست. منم اول به مامانم گفتم، مامانم همونطور که گفتم اول مخالف بود، کم کم اوکی شد، بعد دیگه الان قبولم دارن. الان قبولم. اوکی باشه. پس چی نیلو جان، ما با شما برمیگردیم. اهورا جان عزیزم، شما بفرمایید. شما خانواده میدونن ترنس هستی یا نه؟ نه نمیدونن. تنها زندگی میکنی یا با خانواده؟ با خانواده. با خانواده. خب چجوری مثلا نمیدونن؟ تو در مجازی فعالیت میکنی، مهمان من هستی، لایو تو نمیبینم. خب نگاه کن، اولا که من یک پیج فیک دارم که اونو خانوادم دارم. بله. و این پیج اصلی منه که مثلا اومدم مهمان شراب داغ. چی اسمش؟ ریشش از اونجایی مثلا جون میگیره، شروع میشه که من بچگی هم مثلا آرایش میکردم، مثلا چادر سرم میکردم و اینا، بقیه از خانواده وقت مسخرم میکردن، یا مثلا خودم نگه میداشتم، یا مثلا سری خودم جمع کردم. میگم مثلا وقت خونه تنها بودم، چادر سرم بود، رو سری سرم بود و اینا، وقتی که کسی می اومد خونه سری رو سری در می آوردم، چال در می آوردم، چادرم بر می داشتم و اینا، سری خودم قایم می کردم. به خاطر همینی که مثلا من تو این 20 سال نتونستم بهشون بفهمونم، خاطر اینکه همین هم می ترسیدم هم خجالت می کشم خاطر اینکه بفهمم. الان چی؟ الان تو 20 سالگی چی جوری می کنی؟ الان وضعیتت چطور؟ از چی لحاظ؟ خب زن لحاظه این که مثلا خب الان اون موقع کوچیکتر بودی، الان بزرگ، الان 20 سالت شده، خب الان دوست داری آزادتر بشی، هنوز دوست نداری به خانواده؟ آره ولی خب نه، کنی خانواده ها مخصوصا تو مشهد که مثلا یک شهر مذهبی هم هست به قول خودش برای خودش و اینا، خب یه خورده سختگیریه که عرضم بازو شما، که یه خورده که نه، خیلی خیلی سختگیریه، بیشتره به خاطر ترس جونم هم که شده سعی میکنم که مثلا نفهمم. خب هیچکی از اعضای خانواده نمیدونن که شما ترنس هستید؟ کوچیک‌تر که بودم مثلا میزدم زیرش، میگفتم نه همچین چیزی نیست، من آرایش کردم، دوست دارم از این حرفا اینا، و بقیه فکر کردن چون از بچگی مثلا لای دخترو بزرگ شدم، یا که مثلا جلوی من آرایش کردن، جلوی من مثلا روسری بستن و اینا، من به خاطر اون مثلا یاد گرفتم رفتار اونا مثلا سرمشق من شده. ولی نه، این تو ژن من بود و اصلا دست خودم نبود. و بزرگترم که شدم، که گفتی بزرگترم که شدم دیگه تونستم نقش بازی کنم براش، مثل لیدا مثلا میام خونه کاملا رفتارم پسرونه است، ولی باطنم واقعا دخترونه است، زنونه است. درسته. بعد خب مثلا الان تو معشت، تو محیط پایین، تو منطقتون پایینه، وسط بالاست جایی که زندگی میکنی، چجوریه؟ وسط معمولی. معمولیه. خب بعد مثلا تو محله خب کسی نمیدونه تو ترنسی، با دوست پسری رابطه سکسی نداشتی؟ من از وقتی که به قولی چیز شدم، یعنی فهمیدم که ترنسم، واقعا از اجتماع خودم رو کندم بیرون. یعنی من الان چند سالی هست که با اسنپ میرم میبرم بر، یعنی هیچ وقت مردم رو، یعنی چند سالی هست مردم از نزدیک ندیدم.
خب یعنی مثلا تو الان تو محله که زندگی میکنی با کسی رابطه نداشتی، با کسی مثلا به نه تجاوز نکرده، سکس گروهی نه نداشتی نه که مثلا یکی به اسم در بیاد بگه مثلا اهورا مثلا ببخشید، چیزی که تو ایران میگن، چیزی که تو خاورمیانه میگن، به خودم میگفتم مثلا میگفتن آریان کونه، مثلا به تو اینا رو، این الفاظ رو بهت چرا نمیگن. این چیزا رو خب نگاه کن، من حتی اگه بدون آرایش، مثلا حتی اگه با کلاه و کاپشن و شال گردن، حتی اگه عینک هم بذارم که کسی من نشناسه، از صدای من مثلا یه خورده به خودشون برداشت میکنن که مثلا طرف کونه. این نه یه منظورم چیزی اینه که که بذار من خیلی راحت تر بگم. مثلا من که خودم تو محله‌ای که زندگی میکردم تو مشهد، مثلا خب من برادرم، همه دوستای برادرم میگفتن که مثلا خب اوکی آره، مثلا میگفتم باقر کونه، مثلا باقر کونه، باقر امشب مثلا رفته با این خوابیده، مثلا اون اومده باقر رو به زور کرده، مثلا به گوش داداشم میرسید، به گوش پدرم میرسید، به گوش خواهرام مادرم میرسید که مثلا باقر داره میده، این کارو کرده، ولی مثلا به روی من نمی آوردن، ولی میدونستن که من این کارو میکنم. آیا الان خانواده تو، برادر تو، پدر تو، مادر تو، خواهر تو میدونن از تو محله اطرافیان بهشون رسوندن که اهورا زنونه است یا کونه یا داره میده، چیزی که الفاظی نه که اصلا نه خب خاورمیانه استفاده میکنه؟ ببخشید کلا من این که جوری مثلا به خانواده‌ام یا مثلا به دور و بریام بگن بقیه که مثلا اهورا کونه که نه، ولی خب مثلا خیلی ها، حتی همین فامیل، حتی مثلا پسر دایی ها، مثلا پسر خاله هم که اینقدر به من نزدیکن، خیلی مثلا تو حتی جلو روی خودم هم بهم گفتن که مثلا تو شبیه دخترایی، این چه رفتاریه، مثلا خجالت بکش، مثلا چندشمون شد، لعنت به تو، و مثلا این از این همچین چیزایی فوش، حتی دعوام شد. بله. من با برادر خودم که به من میخواست چیز کنه، مثلا میخواست به من چند تا اراجیف جلوی خانواده، حتی به من گفت تو کونی، تو باید بری بدی، داداش بزرگتر من. خب که کسی از برادر من به من نزدیکتر نیست، برادر درست. خودم جلوی خانواده برداشت من گفت تو ترسی، تو کونی، و بله. من اونجا یعنی پریدم سمتش. خب یقه به یقه شد، این زدم خوردم و اینا، هرچند که حالا بیشتر که من خوردم، ولی این داشتم بهتون میگفتم که آره، حتی تو فامیل هم مثلا به من گفتن تو رفتار زنون است و خجالت بکش، ولی تابال به من کسی نگفته که کونی از تو فامیل. بیرونی ها خیلی گفتن، مثلا آدم هایی که کنار من رد میشن خیلی به من میگن این یارو کونه، برداشت از ترنس ندارم. بله درست. اوکی حالا برمیگردیم به شما. ریحان جون خیلی خوش اومدیم، مرسی که دعوتمون پذیرفتی. امشب در مورد چه موضوعی میخوایم با شما صحبت کنیم؟ من در مورد نجات پرستی و ژن، نجات پرستی که الان کامنت هم پر شده از نجات پرستی، و اینکه خیلی مرسی که دعوت منو پذیرفتی و در این موضوع میخوای صحبت کنی. نجات پرستی چیزی که من اصلا نمیتونم درک کنم، اگر که شما با افغان بودن یک کسی مشکل داری، تو لایو همین افغانو داری روز شب براش خوش با همین افغانی که تو بدت میاد پایین مینویسی، تو داری لایواشو نگاه میکنی، دنبالش میکنی، غمت با همین بوده، شادیات با همین بوده، همه چیزت با این بوده، و این نجات پرستی نمیدونم کی میخواد از این دنیا تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. اوکی عزم، بگو عزم در مورد نجات پرستی. گوش شما. خب اینو میدونید که جهان ما چطوری به وجود اومده، شاید خیلیاتون بیگ بنگو شنیده باشین. 13 میلیارد سال طول کشیده تا بعد از اون انفجار بزرگ زمین و همه چیزهایی که در زمین هست شکل بگیره. ما انسان ها 300 هزار سال هستش که به هر حال روی کره زمین این نوع از انسان داریم زندگی میکنیم. ما انسان هموساپین ساپین هستیم و 300 هزار سال پیش وقتی که ما در آفریقا زندگی میکردیم، همه مهاجرت کردیم، اومدیم حالا مثلا عراق، ایران، افغانستان، سوئد، انگلیس، همه. منتها حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه سری آدم ها خب به خاطر اینکه بقا پیدا کنن، اون پیگمنتشن پوستشون، بهش میگن ملانین، وقتی که آفتاب به پوست آدم میخوره، پوست آدم ملانین درست میکنه به خاطر اینکه از پوست محافظت کنه. و در کشورهایی مثل
انگلیس، کشورهای اروپایی، انسانهایی زنده موندن که این جریان رو خیلی کمتر داشتن و خیلی راحت اینجا تونستن با شرایط خودشون رو وفق بدن. برای همین میخواستم بگم که ما با اون انسانی که توی آفریقا هست، با اینی که توی چین هست، با اونی که توی هند هست، هممون از یه ژن هستیم. یک ژن هیچ فرقی نمیکنه. توی این قرن 21 الان ما باید بدونیم که اون چیزی که مهم هست، ببینید استخونای ما، خون ما، در همه رگهای ما خون در جریانه که همش قرمزه. شما به اینا نگاه نمی کنید. خب به این نگاه نمی کنید که استخونتون همتون سفیده، نمیدونم دندوناتون همتون سفیده. به این نگاه میکنید که طرف پوستش چه جوریه، اون رویه کار و اون رویه کارم. آره، چه بسا اگر ما در آفریقا زندگی میکردیم، ما هم تحت شرایط در سالیان سال بدن ما به اون شکل در میومد. بله، برای همین این خیلی خیلی احمقانه است که در این زمان کسی بیاد حرف از نژاد و نژاد پرستی بزنه. ما درسته ببین مهمونه جان، چون ما سه تا مهمان داریم و لایو هم خیلی خلاصه است، لطفا چیز کن داستان زندگی خودتو برامون بگو. بله، مرسی. میخواستم بگم که اولش این نژاد پرستی و اینا اصلا در این زمان اصلا خیلی مسخره و احمقانه است. من خودم افغانستانی هستم، هزاره. شوهر من کرد هستش، کرد ایران. از به قول آدم های امروزی ما از دو تا اشتام، از دو تا نژاد مختلف هستیم که آره، دو نژاد مختلف، دو کشور مختلف. ولی همینطور که قبلا گفتم این اصلا سندیت نداره، فقط به خاطر حرف مردم. برای ازدواج ما خیلی مشکل داشتیم. ما توی ایران نمیتونستیم راحت ازدواج کنیم به خاطر اینکه من افغانستانی بودم. خیلی ما رو مورد اذیت و آزار قرار دادن، خیلی اذیتمون کردن. مثلا به خود من شخصا میگفتن که تو چرا باید با پسر کرد ما ازدواج کنی؟ مگه حالا از اون فامیلی خودتون، از خانواده اون بزرگی که دارین، هزارها پسر کم هستش که تو اومدی با این ازدواج کردی؟ پشتیبانی که نمی کردن، عوضش کلی زخم زبون میزدن، کلی اذیت و آزار میکردن ما رو. و این باعث شد که ما مهاجرت کنیم، از خانه کاشانه همه چی رو بذاریم کنار رو بیایم اینجا. هرچند که حالا مثلا فامیلی خودم در ابتدا یکم مشکل داشتم، ولی بعد ساپورت کردن. ولی کم حتی اینجا که من الان آلمان زندگی میکنم، وقتی که رسیدم خیلی از افغانستانی های ما باز میگفتم که ما اگر دختر داشته باشیم هیچ وقت نمیدیم مثلا به یه پسر ایرانی کرد، چطور خانواده تو این کار رو قبول کردن، چطور تو تونستی با همچین پسری ازدواج کنی؟ به هر حال این خیلی سخت و سنگین بود که برای ما اتفاق افتاد. بارها و بارها من گریه کردم، اشک ریختم. شهر منم خیلی اذیت شد. اینجا نیستش که صحبت کنه چون سر کاره، ولی خیلی جفتمون خیلی آسیب دیدیم. مشکلاتی که برای ما پیش اومد از لحاظ روی فوق العاده سنگین بود. همچنان سنگین هم مورد قضاوت قرار میگیریم ما. پس یعنی هنوز که هنوز با شوهر الان هستید، ولی بله، با خانواده ها در ارتباط نیستید؟ بله با خانواده در ارتباط هستیم، ولی این چیزی که خیلی ما رو اذیت میکنه فامیل، اقوام خیلی مثلا ما رو مورد قضاوت قرار دادن، خیلی اذیتمون کردن. و خب مشکلشون چی بود؟ مثلا الان مشکل کجاست؟ مثلا میگن که حتما باید یک بانوی افغان با یه آقای افغان ازدواج کنه، یه کرد باید با یه کرد ازدواج کنه، منظورشون اینه؟ دقیقا همینطوره. درست، اگر الان یک دختر یک آقای ایرانی یک خانم افغانی بگیره چی میشه؟
والا هیچ اتفاق نمیفته. همینطور که من همسرم الان 6-7 ساله که با هم هستیم، خب و خیلی با هم خوش هستیم. درسته که زندگی بالا پایین داره، مسلمه که دعوا پیش میاد، خوشی هست، مریضی هست، ولی تهش ما همدیگر رو دوست داریم و میتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم. فقط من تنها چیزی که اینجا توی اروپا یاد گرفتم این که این افکاری که انقدر منفی میاد به سوی ما، من بذارمش کنار، بگم ولش کن، مردم هر چی فکر میکنن، هر حرفی میزن اصلا اهمیت نداره، من آدم خوب خودم باشم، کار خوب خودم بکنم، حالا دیگران اگر یه روزی متوجه شدن چه بهتر، نشدنم که نشدن، ولی کن اونا همیشه فکر میکنن ما بهترینیم، مثلا منی که کرد هستم، منی که ترک هستم، منی که لور هستم، منی که نمیدونم و و و و، من بهتر از اون یکی دیگه هستم، در صورتی که گفتم همه ما ژنمون یکیه. چرا ده ده ما میخوایم، خب بحث جدی، چیزی که بعد حقیقتا گفته بشه، چرا برای یک وقتی که یک خانم افغانی یک میخواد یک با یه آقای ایرانی ازدواج کنه مشکلی نیست، خانواده ها میپذیرن، ولی یک خانواده ایرانی نمیپذیره که یک عروس افغان داشته باشه، چرا؟ خب اکثر افغانستانی هایی که توی ایران زندگی میکنن خب شناسنامه ایرانی رو ندارن، خودت میدونی که وقتی در خارج از ایران زندگی کنی بعد از یه مدتی تو به هر حال شهروند اون کشور میشی و به تو شناسنامه و پاسپورت اون کشور رو میدن، ولی ایران به اون صورت نیستش و خیلی سخت این اتفاق میفته. به خاطر همین ماها رو، ما افغانستانی ها رو مخصوصا آدم هزاره که آره مثلا من خیلی چشمای بادومی دارم و اینا، ماها رو خیلی زودتر اینا شناسایی میکنن، میگن شما جزء پسترین جامعه هستین، پسترین آره کوچکترین افراد جامعه هستین که در سطح ما نیستین، در صورتی که من خانواده پولداری نداشتم ولی کم از خانواده شوهرم هم پایین تر نبودیم، تقریبا هی به هی بودیم، ولی اونا میگن از لحاظ ظاهری زیبایی ما زیباتر هستیم، داناتر هستیم از لحاظ هوشی، از لحاظ مالی، از اینکه کشور ما هستی، چون من خودم از وقتی به دنیا اومدم مهاجر بودم، یعنی تو ایران به دنیا اومدم و مهاجر هنوزم هستم. درسته. ببین نظر چیه؟ به نظر من هر کسی که هر جایی پناهنده میشه و مهاجر هستش این رفتارا عادیه، تو قبول داری یا نه؟ این رفتارا ببینید آدما از وقتی که به دنیا میان اون ذات بد و ند، اصلا ذات و اینطور چیزا اینجوری نیستش، اینا اکتسابیه، مردم یاد میگیرن که به هم دیگه بدی کنن یا به هم دیگه خوبی کنن و این حرفا. خب ولی یک جایی مثل ایران، یک جایی مثل خاورمیانه، به خاطر اینکه آموزش کمتر هستش، به خاطر اینکه مردم کمتر کتاب میخونن، علمشون کمتره، بیشتر مردم دیگر رو مورد قضاوت قرار میدن و اون چیزایی که براشون ملاک هست اون رویه کار هستش، مثل به طرف که نگاه میکنن اون ظاهرش رو میبینن، اون درونش، اون اصل قضیه رو زیاد درک نمیکنن. به خاطر بله درسته ریحانه، نگاه کن وقتی در افغانستان، تو میگی شما یه عزاره هستی، وقتی در افغانستان خود مردم افغانستان عزاره ها رو سر میبرن، عزاره ها رو میگن شما حق تحصیل نداری، شما حق زندگی نداری، شما یه عزاره هستی، یه مغول هستی، یه نمیدونم چی هستی، تو قیافه نداری، تو مثلا بی کلاسی، تو اصلا هیچ حقی رو به یک عزاره در افغانستان نمیدن، تو چه انتظاری داری در ایران در یک کشور دیگه مثلا بخواد به عزاره احترام بذارن؟ در اجتماع، در طبیعت میگن چیزی که علم روانشناسی ثابت کرده، اگر من آریان تونستم به خودم احترام بذارم، اگه خانوادم تونست به من احترام بذاره، جامعه هم میتونه به من احترام بذاره، ولی وقتی که من از ریشه به من صدمه میزنه و وقتی من خودم به خودم احترام نمیذارم، خانوادم منو نابود میکنن، من از جامعه محیط چه انتظاری دارم؟ شما باید اینو اول باید در افغانستان حل بشه. الان جامعه عزاره در افغانستان هیچی نیست، همش سرشون رو میبرن، حق تحصیل ندارن، هیچی، فقط دارن. چرا اینجوریه در افغانستان؟
عزاره مگه الان مشکل عزاره تو دنیا چیه؟ اینو به من بگو. هزاره مثل همه آدمای دیگه دقیقا همون خاصیت ها رو دارن که بقیه دارن، پس نه کمتر هستن نه بیشتر. این که در افغانستان هم بعضی اقوام تاجیک یا حالا پشتو یا اقوام دیگر میان، شاید مثلا فکر میکنن که این هزاره ها پایین تر هستن، میگم همه اینها به خاطر این هستش که سواد آدم ها، سواد اجتماعیشون پایین هستش، اونا باید بیشتر مطالعه کنن. همینطور که میگم این نه تنها در افغانستان کشور خاورمیانه هست، در کل دنیا هست، منتها در اروپا مثلا اینجایی که من هستم، اینجا مردمش یک زمانی معروف بودن به نژاد پرست و نازی، خب ولی در طول سالیان به خاطر آموزش هایی که دیدن خیلی عوض شدن. من الان در آلمان زندگی میکنم و ازشون خیلی سپاسگزارم و میبینم. پس یعنی منظور اینه که در اگر ریحان، منظور اینه که اگر جامعه خاورمیانه زمینه اینو داره درست بشه، ولی به شرطی که تحصیلات بره بالا، آموزش بیشتر بشه. بله بله، آموزش، فرهنگ، اینها باید روش کار بشه. ما میتونیم درسته ریحانه اوکی، پس ما دوباره به شما برمیگردیم. بله. چون سوال زیاد وسط مهمان داریم. اوکی نیلو جان ببخشید یکم بحث طولانی شد. نیلو جان الان تو عنوان، خواهش میکنم ببخشید، شما به عنوان یک ترنس الان جسم کلا پسره، درسته؟ آره عمل نکردم. هنوز عمل نکردی. نظر در مورد عمل چیه؟ آره من اینجا رفیق زیاد دارم که عمل کردن. بله. هیچ حسی ندارن. حسی ندارن. گفتن که عمل نکن. و یک حس داشته باشم و واقعا چیز خوبی باشه عمل میکنم. دوست دارم. ولی اگه حس نداشته باشم نه. حس منظوره چیه؟ یعنی منظوری که اگه تو الان مثلا بخوای، ببخشید من دارم یکم باد. بله. بچه ها لایو آموزشی بیادبی نشه. ببخشید. بچه ها لایو آموزشی بیادبی نشه، من فقط به خاطری که مردم بهتر بفهمن و آموزش داده بشن من از این الفاظ استفاده میکنم. منظور اینه که تو اگه الان عمل کنی دختر بشی، یعنی اون آلت تناسلی تو، یعنی کیر و خایت رو بذاری کنار، کس بذاری جلوش کنارش، یعنی دیگه تو از کست مثل یک زن ارضا نمیشی، درسته؟ درسته. خب تو به خاطر اینکه ارضا نمیشی نمیخوای کست بذاری؟ آره. خب اوکی درسته. و اینو جان بگو. دکتری باشه که تضمینش کنه عمل میکنم، خیلی دوست دارم. الان شما که خب الان فعلا جسم پسر هنوز تو داره، الان شما از کیری که داری استفاده میکنی؟ یعنی از کیری که داری ارضا میشی؟ قبلا که به سن بلوغ رسیده بودم آره، ولی الان چون که هورمون تراپی میکنم نه ارضا نمیشه. خب چه فرقی داره وقتی که الان هورمون، ببخشید، هورمون تراپی میکنی اون حس تو ازت میگیره دیگه، تو ارضا نمیشی، با عمل چه فرقی داره؟ باشه آریان، بعضی وقتا مثلا حواس میکنم نمیخورم. ها یعنی دست خودته، یعنی مثلا زمانی که بخوای مثلا سکس کنی نمیخوری، ولی زمانی که نمیخوای سکس کنی بخوای زنونه تر بشی هورمونا رو میخوری. آفر. یعنی این امکانش هست، یعنی مثلا تو هورمون بخوری مثلا دست خودته، مثلا تو قرص بخوری؟ دست جا. خودم نیست، دکتر گفته مرتب مصرف کن، ولی دیگه خودم بعضی وقتا نمیخورم. نمیخوری. خب بعد اوکی، یعنی منظور میگم این امکانش هست دیگه، اگه مثلا قرص حساب کنی ارضا میشی، درسته؟ اگه یه روز قرص نخوری میتونی ارضا بشی. آره آره، حست کاملا برمیگرده، ولی عمل میگن تا یک سال، شاید هم دو سال، شاید هم اصلا حست برنگرده. اوکی، بعد این که سینه چی؟ الان این هورمون میخوری که یعنی صدات زنونه میشه، موهای بدنت بره، سینهات بزرگ شه، درسته؟ سینه میدونیش طوریه، اگه مصرفش میکنی مثلا یک ماه مصرفش میکنی اینقدر میشه، اندازه یه دست میشه، ولی اگه مصرفش نکنی باز خالی میشه، به خاطر اینکه هورمون مردانه داری نمیذاره به اون صورت بمونه. اوکی، لطفا به من عوارض برای ترنس هایی که مثلا میخوان
چیز کنم. تو تجربه داری؟ چند وقت داری چیز هورمون استفاده میکنی؟ من یک سال دارم استفاده میکنم و توصیه هم نمیکنم هیچ کس استفاده کنه اصلا. یه لحظه، به همین میخوام از سال الان، تو یک سال داری هورمون میخوری؟ لطفا عوارض هورمون ها رو به بچه دوستان ترنسی که تو لایف هستن بگو. به شدت استرس وارد میشه. خب یک استرس وارد میکنه، خب بدنت میلرزه، قلبت درد میگیره، خب فورا سر همه چیز عصبانی میشی، عصبی زود در میری، عصبی زیاد میشی. خب دیگه همینا. خب اینا عوارضشه. فایده هاشو بریم بگو. فایدهش اینه که نمیذاره ارضا بشه هورمون مردونه تولید کنی. خب اوکی، نمیذاره هورمون مردونه تولید کنی. خب دیگه صدات دخترونه تر میشه، موهای بدنت ریزش میکنه. بچه ها این قسمتش رو خیلی گوش کنین، ترنس هایی که در لایف هستن، خواهران ترنسی که در لایف هستن، خوب به گوش حرفای نیلو گوش کنین، چون نیلی این راه رو رفته تجربه کرده، به دردتون میخوره. خب صدات دخترونه میشه، هورمون مردونه دیگه ترشح نمیکنی دیگه، موی بدنت کم میشه ولی به اون صورت موی بدنت کم میشه. اونایی که خب به نظرم موشون زیاده لیزر کنن بهتره. بهتره. خب دیگه همینا. اوکی، یه سوالی دارم، چون لایو آموزشی، واقعا از ته دل جواب بده و برای کمک مردم. تو اگر برگردی به یک سال گذشته و تازه بخوای هورمونتو شروع کنی، آیا شروع میکنی یا نمیگی نه نمیخوام؟ نه اصلا، الانم به خاطر اینکه میخورم. آریان اگه هورمون اگه مصرف کردی تازه نمیتونی دست ازش بکنی، چون که عین مثلا مواد مخدر میمونه. دیدی مثلا معتادی نمیتونه دست از اون مواد بکشه؟ اون قرص هم همینطور، یعنی اگه نخوری بدتر میشه، بخوری بدتر. باز بدی اینطوریه. اوکی، پس اگر خودت الان به یک سال قبل برگردی، هیچ وقت سمت هورمون نمیری؟ نه اصلا سمت. اوکی اوکی، ترنسای عزیز خوب گوش کنین. و دو چیز، نیلو جان، چه راههایی هستش، همین کارهایی که ما با هورمون میکنیم، چه راههایی هست که ما همین کارهایی که با قرص میخوریم مثل هورمون، ولی هورمون نخوریم و همون چیزو بگیریم، یعنی همون به فارسی چی بهش میگن، همون امکاناتو داشته باشیم، یعنی مثلا صدامون دخترانه شه، ریش نداشته باشیم، سینمون گنده بشه بدون هورمون. آیا راهی هست که بدون هورمون ما این همون امکاناتو داشته باشیم، یعنی صدامون دخترانه بشه، بدنمون مو نداشته باشه، سینمون گنده بشه؟ تخلیه بیضه یعنی چی؟ آب بیضه تو تخلیه میکنه. آه اوکی، اینو شنیده بودم. خب بیزه، خب یعنی این که خایاتو بکشی، درسته؟ آره. خب اگر خایاتو بکشی دیگه، بعد میگن تستوستروم چیه دیگه، تستوستروم مردونه تولید نمی کنی، صدا زن نمیشه، ریزش مردونه تولید نمی کنی. خب این نظر پزشکی چقدر اوکیه؟ اطلاعاتی نداری ولی میدونی که این هستش. از نظر خودت هورمون بهتره یا تخلیه بیضه؟ چون که بیشتری از دوستام تخلیه بیضه کردن، به نظر من تخلیه بیضه بهتره. بیضه. بعد این که مثلا وقتی که خایاتو میگی، مثلا این خایاتو بیضاتو بگی تخلیه کنی، چی میشه؟ فقط تستوسترون مثلا مردونه تولید نمیکنی؟ خب اینه که دیگه همون کارهایی که هورمون میکنه، عوارضش چیه؟ میتونی ارضا بشی؟ آبت میاد؟ نمیتونی. اطلاعات ندارم. اصلا از دوستای ترنست نپرسیده که کسایی که خایاشو میکشیدن چجوریه؟ والا میگفتن ارضا میشیم، ولی مثلا یک قطره دو قطره. کلن این پزشک علمه، یعنی این خیلی ترنس بودن خیلی پروسه سختیه. نه خیلی سخته. خب اوکی، بعد پس الان تو هنوز، یعنی به این نتیجه گرفتی که مثلا به این که ادامه بدی، یعنی همین هورمون ادامه بدی، چون الان یک سال داری میخوری دیگه، درسته؟ یا نه استاپش کنی؟
همونطور که گفتم اگه خوردی تازه دیگه تا آخر میخوری، چون که نمیتونی ازش چیز بشی، دست بکنی دست بکنی. اوکی. بعد اینکه در خانواده فقط تو ترنس هستی؟ دو نفر. دو نفر اون؟ نه تو خانواده خودتون. آه من تک فرزندم. آه تک فرزندی و ترنسی. و این تک فرزندی تو مثلا خیلی سخت نبود برای خانواده؟ نه خیلی هم خواستم اوکی بود. اوکی بود. اوکی. بعد الان وقتی میری بیرون با چه ظاهری میری؟ الان دخترونه دوست داری بری بیرون یا پسرونه میری؟ تیپ اسپورت میزنم، همینطوری هم آرایش میکنم. همجوری آرایش میکنی. بعد جامعه کردها چجوری هن با این، چجوری برخورد میکنن با یه ترنس تو بین خودشون؟ به بستگی داره مثلا کجا باشی. من الان خودم شهر بوکانم، ترنس خیلی بله. زیاده اینجا. خب یه جورایی جا افتاده، مثلا اگه مثلا بری خیابون یه جوری نگاهت نمی کنن که معذب بشی، ولی مثلا بعضی شهرهای کرده دیگه رفتم مثلا انگار یه دونه آدم فضایی افتاده وسطشون. بله. پس این شهری که تو هستی شهر خوبه، یعنی به نظر تو؟ نه میخوام اینم کل خود مردم کرده چجوری، چون من شنیدم که خیلی کرده غیرتی هم، حتی میگن مرد ما مرد باید مرد باشه، زن زن باشه، یعنی نمیتونن یک جنسیت سوم رو قبول کنن. تو جامعهشون چجوریه حالا جز محیط؟ توی شهر ما همونطور که گفتم جا افتاده، چون که ترنس خیلی اینجا زیاده، واسه شون عادیه. عادیه، درسته. و اینکه پس با اسپورت میری بیرون و تا حالا و خودت چی تا حالا تو الان کلن خودت دوست داری عمل کنی؟ خیلی دوست دارم اگه حس داشته خیلی دوست داری حس داشته باشی گفتی. و یه چیز دیگه، تا حالا فاعل بودی؟ یعنی تا حالا خودت دوست داشتی؟ مثلا تا حالا رابطه با یه دختر داشتی؟ اصلا. اصلا تا حالا خودت نقش فاعل رو داشتی؟ تا حالا امتحان کردی مثلا یکی رو بکنی؟ نه نه اصلا نتونستم. نمیتونی؟ یعنی پس تو فول دختر هستی، هم حست هم وجودت. آره دیگه. آره. پس نه تا حالا فاحل بود، نه تا حالا با دختر رابطه داشتی و نه دوست داری، و اینکه تا حالا با پسر یا دخترم هیچ وقت رابطه سکسی نداشتی؟ نه اصلا. نه مثلا الان وقتی که مثلا میری بیرون مثلا یه پسر میبینی، فقط دوست داری برات مثلا نقش یک مرد رو برات بازی کنه، یا دوست داری تو هم برات بعضی موقع براش مرد باشی؟ نه 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 اون مرد باشه، من نه اصلا نمیتونم مرد باشه. و اینکه درسته. بعد در آیدم که مثلا میخوای عمل کنی، خب بس تالا فاعل هم نبودی، خیلی اوکی. چون مثلا خب خیلی از ترنس ها هستم مثل من فقط میخوام عمل سینه بکنم، فقط سینه بذارم، ولی کیرمو میخوام داشته باشم، چون من خودم هم فاعلم هم مفعول، من با دختر سکس نمی کنم ولی پسر میکنم. آره چون من اینجوریم و من تنها راه ارضا شدنم جغ میزنم ارضا میشم، یعنی اینکه عمل دوست ندارم که برم مثلا کس بذارم برای خودم، چون لذتی نمیبرم، چون من خودم فاعلم، بعضی موقع هم خودم میکنم هم میدم. یعنی مثلا میگم خب بیشتر ترنس ها هستن که مثل نیلو جان فقط میدن، یعنی دوست دارم فقط مثل یه نقشه زن بکنم، ولی مثل یکی مثل من دو طرفه هستم، هم دوست دارم بدم هم بکنم، یعنی ولی اگه بخوام بکنم فقط مرد پسر میکنم، به دختر حس ندارم. خب که حالا نیلو برمیگردیم به شما. اهورا در خب گفتی مشهد یک جامعه مذهبیه و اینکه نگاه مردم افغانستان چیه به ترنس ها؟ نکن من از سمت خانواده پدریم افغان حساب میشم، خب ولی مادرم ترکمن گلستانه. ارزم به حضور شما که زیادی، یعنی نکن همه فامیلای بابام که مثلا منو توی یکی از دور همیای فامیلی میبینن به مسخره بازی و اینا میگن زنچه، زنچه بنده باشی یا نه، میگه زنچه یا که مثلا نر و ماده یا همین چیزایی مثلا دو جنسه و اینا، مثلا میگن زنچه مثلا ماچه
ماچه خر. آره 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 ماچه خر. منچه ماچه خیلی زیاد میگن خب، و یعنی یک طوری تنت آتیش میگیره. آره دقیقا حرفایی که مثلا مادر من به من میزد، هی میگفتش که باقر تو زنچه ای زنچه ای، بعد این خیلی منو اذیت میکرد. مثلا به مادرم میگفتم مادر خب من، یعنی من اون موقع 5-6 سال پیش این اعتماد به نفس الان نداشتم که اینقدر راحت صحبت کنم، که ولی خیلی تحقیرم میکرد خواهرام. مثلا وقتی که مهمون چی ریحانه، وقتی که مثلا دوستای خواهرام میومد تو خونه، خب من دوست داشتم برم کنارشون بشینم، من حسم زنونه بود. آره من دوست داشتم برم بشینم باهاشون صحبت کنم، ولی وقت اینقدر دوست داشتم وقتی میرفتم میشستم، هی مادرم میاد با جارو میزد، یا مثلا خواهرام برش برو گم، آره برش برو گم شو، چرا نشست، آره گم شو بیرون تو جمع زنانه نشستی. مثلا فکر میکردن که ما خرابیم، یعنی ما مثلا مردیم، حس به زنا داریم، خیلی زنچه ایم، یعنی دوست داریم با این سکس کنیم، بیرون نزدیک بشیم، ولی مثلا نمیدونستن که مثلا ما حسمون زنانه است، دخترها راحتیم. خیلی بزرگترین حسرت زندگی من بود مردونه حال نمی کنیم، بیشتر اذیت میشیم، بیشتر اذیت میشیم. الان یکی ریحانه، یکی از حسرت‌های من، یکی از آرزوهای من این شده، چون مادر من مثلا یک، مثلا ما 8 تا بچه بودیم، مادر من هر روز صبح صلوات داشت، هر روز نذر داشت، هر روز عروسی بود، چیز بود. من همیشه الان آرزومون بود که برمیگشتم به گذشته و میتونستم تو جمع زنونه باشم، تو عروسی خواهرم تو مردونه بودم، ولی ذهنم فکرم همش تو زنونه بود، چون من زن بودم. میدونی؟ یا مثلا فکرشو بکن فامیلات میاد خونتون و مثلا دختر خالات مثلا با آبگیاد با مامانت نشستن دارن غیبت میکنن، بعد تو هم میپری وسط میگی که آره فهمیدی چی شد، و اینه مثلا برگردن مثلا به جای اینکه بگن که آره مثلا فلان شد چیکار شد ادامه غیبت تو انجام بدن، میگن خبشا برو اون طرف چی تو رشتی به حرف زنا. تو چی در زن ها تو زنچه هستی بود به خزبور و این چه هستی مثلا زی افا خیلی داغنم این که من واقعا حسرت زندگیم این شده، ولی خب هیچ وقت به این آرزوم نمیرسم، چون چیزی که بوده گذشته، واقعا خیلی سخت بود. خب پس تو از مادر ترکمنی از پدر افغان هستی، خب جامعه افغان چجوری رفتار میکنن با خانواده LGBT با ترنسا؟ نکن مثلا از سمت خانواده مادرم راحت ترم، بله یعنی مثلا بیشتر شناخت دارن، بخواه میدونی خب تو ایران آزادیش چی یک مثلا یه میلیمتر بیشتر از خانواده افغانه، متوجه میشی؟ بله. یعنی من دوستایی داشتم که افغانی بودن و ترنس بودن و بعد 1-2 هفته مثلا نبودن تو مدرسه، اومده بودم مثلا صورتش کبود بوده، مثلا گردنش کبود بوده، دست و پاش کبود بوده و اینا، پرسیدم که چی شده، فقط گریه کرده و نگفته. بعد مدت ها مثلا بعد 1-2 ماه ازش پرسیدم که مثلا چی شده بود اون موقع و این از زیر زبونش کشیدم، فهمیده بودم که مثلا خانواده‌شون که افغانیان مثلا باش برخورد فیزیکی کردن. یعنی این طور آدم های وحشی یعنی انگار. درسته. بچه ها به ما یعنی به بخش پایانی قسمت اول رسیدیم، 2 دقیقه میتونیم استراحت کنیم، بریک بگیریم، اگر میخواین که نوشیدنی دارید، شرابی دارید، هر چی دارید تو 2 دقیقه میتونید انجام بدید، دوباره برمیگردیم. ولی تو لایو منم یه شرابم میارم. من موندم تنهای تنها، بقیه رفتن چای بخورن. تن برو دیگه، آب خوردم. خب برو نیا. خب بچه خواستم براتون بگم امروز ما اومدیم آموزش میکاپ داریم براتون. خب اول از همه توی میکاپ باید چی کار بکنی؟ اولین مرحله توی میکاپ باید مرطوب کننده بزنی. مرطوب کننده قشنگ میکشی روی صورتت. ریحانم که اومد که آره
من آب خوردم. هنوز 2 دقیقه نشده بچه ها، بریم بریم. مرتوب کننده بعد از چند ساعت آرایش رو اونجور که هست نگه نمیداره. مرتوب کننده که زدیم یه لایه خیلی نازک پرایمر میزن روی پوستت که تمام پوستت رو یک لایه کنه مثل موزاییک، مثل شیشه. یعنی مثلا روی سیمان، مثل این مونه که روی سیمان یه لایه شیشه بذاری، اون چی پرایمر. بعد از پرایمر آرایش کنی، مثلا کرم پودر بزنی و از این حرفا و اینا. بعدش هم میان تو آرایش چشم، بعد لب، بعد یه اسپری فیکس میزنی، کاملا خوشگل میشین مثل خودم. سوالی اگه دارین از من بپرسین لطفا چیز نکنین، بیگانگی نکنین، مثلا بپرسین راحت بشین. چه کامنت هایی؟ اصلا کامنت نمیبینم، هی فالو میاد. سلام عزیزم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید. بچه 2 دقیقه استراحت کردیم. خب اوکی، بخش دوم ادامه میدیم. آره خب، از چیز میرم برای ریحانه. ریحانه آیا از این تو 6 سال درگیر این ازدواجت بودی بین مثلا یه خانواده ترک و یه خانواده افغان، به نظر تو این همه سختی کشیدی ارزشش داشت یا نه؟ خب من خیلی همسرم دوست دارم، به خاطر همین اگر به گذشته برگردم بازم همین کار رو انجام میدم. برای من سختیاش مهم نیستش، مهم اینه که الان در کنار همسرم احساس آرامش میکنم، اون خیلی خوبه، منو درک میکنه و ما تفاهم داریم. تفاهم داریم. خب چی شد که اصلا یه دختر افغان بیاد یه کرد انتخاب کنه و یه کرد بیاد یه دختر افغان انتخاب کنه؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خب اسم شوهر من علی هستش. علی منو دیده بود اون موقع توی ایران میرفت دانشگاه و اینها، بعد توی دانشگاه منو دیده بود و خوشش اومده بود، بعد دیگه گفتش که من خیلی از شما خوشم اومده، قصدم ازدواج، دوست دارم که مثلا یه شناختی پیدا کنیم و من با شما ازدواج کنم. بعد منم دیدم خیلی حرفش معقول و منطقیه، بعدش هم شناخت کافی نسبت بهش پیدا کردم، دیدم که چه خصوصیاتی، چه اخلاقیاتی داره، چه جوری هستش، و میدونستم که این اتفاقا میفته که خانواده ها یا فامیل یا همه واکنش ها رو پیش بینی میکردم، چیز غیر قابل منتظری نبود. ولی که دوست داشتم دیگه، همسرم خیلی دوست داشتم و همچنان اگر بازم سختی باشه در کنارش بودم. بله. خب مثلا اگر ریحانه جان، مثلا خب میدونم هم حسای تو خیلی زیادن، خیلی کسا مثلا من خودم شوهرم ایرانیه، مثلا خیلی ها مثلا شوهرشون افغانی هن، شوهرشون آلمانی هن، شوهرشون کرد هن. مثلا چرا میخندی یه اولا؟ مثلا من آره، مثلا خیلی هم حسای تو تازه شروع کردن توی یه رابطه میرن، چه گفتنی داری براشون؟ چی میخوای بهشون بگی؟ بفهم. من خیلی دوست داشتم به همه بگم که وقتی وارد یه رابطه میشید اصلا به این نگاه نکنید که طرف، حالا ببینید ما خیلی تشابهات رو نگاه کنید. وقتی که شما 2 نفر همدیگر رو بفهمین، مهمترین چیز اینه که همدیگر رو بفهمین و واقعا همدیگر رو دوست داشته باشین. اگر این باشه مطمئن باشید که زندگی شما دوام خواهد داشت. ولی اگر بیاین حالا مثلا دوست نداشته باشین یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز دیگه، به خاطر زیبایی طرف صرفا یا خانواده طرف، جا و مقام ازدواج کنید، یه روزی یه جایی چوبشو میخورید. بعد اینکه به نظر تو چوبشو میخوری، یعنی منظور میگی وقتی که یکی رو دوست داره اصلا نگاه نکنه که به ظاهرش، به دینش، که چه مثلا چه دینی داره، چه از چه نژادی هستش، فقط اگه تفاهم دارن، اگه همدیگر دوست دارن میتونن ازدواج کنن، درسته؟ منظور من اینه که تفاهم یعنی اینکه از لحاظ
دینی، فکری، اجتماعی، اخلاقی، هر چقدر این تفاهم ها بیشتر باشه بهتره. مثلا من و علی جفتمون فارسی صحبت میکردیم، جفتمون درس خونده بودیم تا یک حدی، جفتمون دیدگاه های خیلی مشترکی داشتیم، هدف های مشترکی داشتیم، فقط مشکل این بود که از دو تا کشور بودیم. ولی مثلا الان من بخوام با یک امریکایی اگه ازدواج کنم، چون فرهنگا خیلی اون تفاوتش خیلی زیاده، سخت میشه درک کردن طرف مقابل، باید همدیگر رو درک کنیم. وقتی اون درک متقابل باشه خیلی شیرین میشه زندگی با هم دیگه. ببین یه فیلمو نگاه میکنیم، وقتی که اون یه فیلمو نگاه میکنه من دوست دارم، این خودش قشنگه، یا غذا خوردم، توی هر چیزی هر چقدر تفاهم بیشتر باشه جذابتر و راحتتر میشه، جر و بحث دعوا کمتر میشه. درسته، خوب، اوکی. بعد اوکی، حالا برمیگردیم به شما نیلو جان. تا حالا تو این 17 سال زندگی چند بار رابطه داشتیم؟ ماشین حساب نگرفتم دستم بشمارم، چه میدونم. نه مثلا، خب اوکی، درست اشتباه از من بود. خب آخرین باری که رابطه داشتی کی بود؟ چون نه بعد این یک سوال میخواد بیاد به خاطر اون. 6 ماه پیش. 6 ماه پیش. و اینکه تایپ خودت چیه؟ ریشو، قد بلند، برونزه، تتو هم داشته باشه. هم داشته باشه. و اینکه بعد اینکه تو الان به عنوان یک ترنس، چون لایو آموزشیه، میخوایم ببینیم چه راههایی. خب مثلا معمولا خب یه خانم که مثلا میخواد سکس کنه از راه واژن ارضا میشه، خب بعد سکس میکنه از راه واژن ارضا میشه. میخوام ببینیم ترنس های عزیز برای خب بالاخره نمیشه چشم پوشی کرد. ببین ما همه پسرها همه چشم پوشی میکنن، خودشون آره. تنگ میکنن اگه توجه کرده باشی. نه درسته، منظور من اینه که ببین الان ما ترنس ها جز اقلیت ها هستیم، ولی داریم کم کم به رسمیت شناخته میشیم. ما در مورد ما هم باید صحبت بشه. اگر یک خانمی صحبت میشه، مثلا اگر یه آقا وقتی که آبش میاد ارضا میشه تو کیرش، وقتی یه خانم هم تو کس ارضا میشه آبش میاد، خیلی راحت صحبت میکنم. ما هم باید اینو در نظر بگیریم و صحبت بکنیم که راههای ارضا شدن ترنس ها چیه، در آقایون بفهمن که وقتی که با یک ترنس رابطه دارن احترام بذارن، ببینن چه جوری طرف مقابل ارضا کنن. من خودم الان مورد داشتم، خیلی ضربه خوردم. طرف اومده با من سکس کرده، نمیدونسته که من چجوری ارضا میشم، فکر کرده مثلا من یک کونیم، فقط کشیده پایین کرده توش، خدافظ. این منو افسرده کرده، تو زندگیم تاثیر منفی گذاشته. امروز میخوایم در مورد راههای ارضا شدن ترنسا صحبت کنیم با دو تا ترنس عزیز. با نیلو شروع میکنم. نیلو، چه راههایی برای ارضا شدن ترنسا هستش که آقایون بدونن اگر با یک ترنس رابطه داشتن اونا رو رعایت کنن؟ بفرمایید. ببینن مثلا یه ترنس وقتی که با یه پسر سکس میکنه، بله، از راه همون علت تناسلی ارضا میشه، بله، که اون پسر باید مثلا حس حالی رو بهش برسونه که ارضا میشه. من خودم تا حالا جلوی هیچ پسری ارضا نشدم. نمیتونم. چرا؟ خجالت میکشم. خب اگه خب تو الان ارضا نشدی، خب بعد چیکار کنی؟ بعد چرا سکس میکنی وقتی ارضا نمیشی؟ خب ببین، بعد از سکس میرم خودم رو ارضا میکنم، تا الان نشده مثلا. خب مثل اینه که آدم مثلا آدم بره کوب، مثلا مثل این میمونه که آدم غذا نخوره اول بره برینه. خب دیگه هر کسی اخلاقی داره. خب نه درسته، یه هر کسی اخلاقی، ولی بعد یک منطقی وجود داشته باشه. مثل اینه که من هیچی نمیخورم، فقط میرم میرینم. خب این چه فایده داره؟ بعد من غذا بخورم که برینم؟ خب تو هم اینجوری هستی. تو وقتی که باید، وقتی که یکی داره با تو سکس میکنه بعد ارضا بشی، نه اینکه طرف یه تو رو بکنه بعد تو مثلا بری فرداش خود ارضایی کنی. خب این بدرود صدمه میزنه روح و روانت. گفتم دیگه من خجالت میکشم جلوی این. خب خجالت میکشی، خب اگر طرف خجالت میکشی میتونی پوزیشن رو تو عوض کنی یا میتونی لامپا رو خاموش کنی. بگم چی؟ والا من خجالت میکشم، تا حالا نشده. آره. و تا حالا فکر کردی که این خجالت رو بذاری کنار و خودت باشی و به خودت ارزش بذاری؟ اصلا. خب چه راههایی وجود داره؟ یکی راههایی که ترنس ها ارضا میشن جغ زدنه، درسته؟
درست. خب دیگه چراهایی هست ارضا میشن ترنسا؟ همونه دیگه، راه دیگه این نیست مگه اینکه دو طرفه باشه. آ دو طرفه باشه. خب بعد دو ترنسا دو راه ارضا میشن، یا اینکه دو طرفه باشن، یعنی 50 50 بزنن، هم پسر اونو بکنه هم ترنسا اونو بکنه، یا وقتی که پسر اونو میکنه این جعب بزنه. درسته. خب اهورا شما بفرمایید اگه پیشنهادی دارید. بله. چه پوزیشن یو نام ببرم؟ نه به امام بگو که ترنسا از چه راه هایی میتونن ارضا بشن، راه های ارضا شدن ترنسا. نگاه کن همین مسئله ارضا شدن باز به دو دسته تقسیم میشه. خب یه دسته هست که نگاه کن باید از همون خیار مردونه بعد اون ماساژش بده تا اینکه مثلا از اون جهت ارضا بشه. خب ولی بعضی مثلا مثل خودم هست که به یعنی به چی اسمش اون آریان چی یعنی یک چیز کلوف بعد بره داخلمون و ما به اورگاسم برسیم. میفهمی؟ خب منم همینو میگم. خب چه راهایی وجود داره؟ خب تو الان وقتی که یک مثلا خب تو الان یک کونی، منم یک کیرم، خب من میرم داخل تو، من تو رو میکنم، تو چه راهایی هست که ارضا بشی؟ یعنی من الان کیرم بره تو کونه تو، تو خود به خود ارضا میشی یا نه؟ تو هم باید جق بزنی. آره آره نه خود به خود گفتم اینه به دو دسته تقسیم میشه، یک یا اونقدر مثلا سنگ شدن چیزشون، مثلا سنگ شدن سنگ ارضایان که بعد براشون بزنی. خب یعنی نه شما بزنی یعنی چی؟ ببخشید من دارم از شما صحبت میکنم، اون کسی پدرسگی که میکنه رو نمیگم، شما رو میگم. من کن یک پسری میره ترنسفر میکنه، انقدر سنگ ارزاست که بعد براش بزنه تا اون ارزا بشه ترنسه. خب ولی من اگه یه چیز بره داخلم خود به خود ارزا میشم. خب بس یه کسی، خب یکی یا باید جق بزنه طرف خود ترنسه، یا اینکه خود به خود مثلا میگه که تو خواب آدم جنوب میشه، خواب میبینه ارضا میشه، تا طرف میکنه توش ارضا میشی. دقیقا. خب خود چی تالا تو فقط فول مفعول هستی، یعنی فقط میدی یا سام تایمز یه بعض موقع میکنی؟ نه حالا به هم خوره، فقط میدم. فقط میدی و اینکه قصد عمل داری یا نه؟ آره پولش باشه، اسپانسرش باشه، ساپورتش باشه، برای چی میرم اینو میکنم کس میدم، میدم از یه دم میدم، فقط میدم به خدا. والا مردم بدون شبشون بودن، کی میخواد اسپانسر تو بشه؟ همون دیگه، اگه میبود به خدا اصلا نیا که میرفتم میکندم بشه یک سوراخ میذاشتم اینجا ازم میدم، نیا که از در میرفتم بیرون از اولین نفر که میدمش میدادم بهش. اوکی حالا برمیگردیم به شما ریحانه جان. خب نظر تو در مورد دنیای ترنسا چیه؟ شما خب خودتون یه خانم استریت هستید، ازدواج کردید، خانه‌دار هستید، شما چی؟ من اول معذرت میخوام که ما اینقدر راحت صحبت میکنیم، ولی چون میدونی لایف باید هم فان باشه که مردم متوجه بشن، ما بی ادب نیستیم، ما خراب نیستیم، ولی به خاطر اینکه مردم عزیز خاورمیانه بحث ما رو بهتر بفهمن و لایو رو ترک نکنن و لذت ببرن، آموزش بدیم، ما مجبوریم از راه فان، هم فان باشه هم جدی باشه. به خاطر میگم خب شما خانه دار هستیم، من معذرت میخوام اینقدر راحت صحبت کردیم، ولی فقط آموزشه. بله. شما نظرتون در مورد خانواده مثلا دنیای ترنس ها، گی ها، شیمیل ها، اینا چیه؟ تجربه خودتو بگو. من همینطور که توی ایران زندگی میکردم، رفتار آدمایی رو که میدیدم خیلی ناشایست بود، اصلا نمیپسندیدم، خیلی بد بود. فکر میکردم یه زمانی اروپا برم، شاید اینجا خیلی مردمش فرق بکنن. اومدم اروپا و دیدم که آره مردم اروپا فرق میکنن، ولی هنوز اون مسئله به قوت خودش باقیه، کمتر است، خیلی خیلی با اختلاف کمتر اذیت میکنن، ولی باز هم اینجا برخورد خیلی خوب نمیشه. من خودم خیلی خانواده LGBT رو بهشون احترام میذارم و اصلا از هیچ آدمی نمیپرسم که تو ترنس هستی یا نمیدونم پنسکشوال هستی، فقط انفاق برای من اینه که اون اسمش چیه، اسمش چیه، تموم شده رفت. برای من قابل احترامن همه موجودات روی زمین بلا استثنا،
و امیدوارم روزی برسه که همه به همدیگه احترام بذارن و فقط بتونن از اون دانششون، از اون فرهنگشون، از این چیزا مایه بذارن، نه چیزایی که خیلی سطحی و گذرا هستش. درسته. چی اهورا جان ببخشید، این آقایی که پین کردم اسپانسر میشن، یه اسکرین بگیر دایرکتشون پیام بده. اسپانسر ترنسا رو بلدم. ایشون بلدم و نگفته من اسپانسر میشم. نه من ایشون یکم بیسوادن به خاطر اون برگه برنه منظورشون بوده که من اسپانسر میشم با کیرشون. این اگه سواد نوشتن میداشت، این اگه اسپانسر بود که سواد نوشتن میداشت. اول برو سواد نوشتن درست کن بعد اسپانسر شو واسه من. اوکی درسته. خب اوکی میبینم داده. آره بچه ترنسر عزیز اسکرین بگیرید از میلاد. میلاد هم همین آبیه نیست، اون کوتاه چاقالو زرد است، بهتون بگم اشتباه نگیرید بعد برسید اون آبیه است. خب اوکی من سوالای آخر رو میپرسم، لایو داره تموم شه. نیرو جان شما به عنوان یک ترنس به هم حسای خودت، به خانواده ها، به پدر مادر ها، به مردم جامعه چی گفتنی داری؟ لطفا بفرمایید. اولین حرفم اینه که اصلا حرف مردم واسه تون مهم نباشه، واسه خودتون زندگی کنید. درسته. دومی حرفم اینه که اصلا سمت هورمون نرید، اصلا هورمون تراپی نکنید. سومین حرفم هم اینه که اصلا به هیچ کس دل نبندید. دل نبندید. اینا که شخصی بود. از ترنسا رو میگم، ترنسا. ترنسا. از خانواده ها چه انتظاری داری و از حکومت و جامعه؟ از خانواده ها انتظار اینو دارم که مثلا در مورد این موضوع یکم بیشتر تحقیق کنن، بیشتر درکشون کنن، چون من خیلی رفیقای ترنس دارم که خیلی محدودن، خیلی زندگیشون اصلا خوب نیست. درسته. از حکومت چی؟ هیچی. اوکی. هیچی. اوکی. خب و اینکه و خودتونم گفتین دل نبندین. خب اوکی درسته. همون جان همین سوال از شما میپرسم، به هم حسای خودت گفتنی چی داری؟ به خانواده و جامعه و حکومتی که در داخل زندگی میکنی دوست داری که چه جوری با خانواده LGBT رفتار کنن، چه قانونایی باشه، چه امکاناتی، چه امتیازاتی داشته باشن؟ بفرمایید. بله با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان شروع میکنیم. اینجا ایران هست، صدای ما رو از رادیو ایران روی موج 93.5 مگاهرتز میشنوید. اینجا ایران هست، سرزمین مانده. بفرمایید. خب عرضم به حضور شما که از خانواده هم اول که من وقتیم درست کنم، اول که ترنسام کونیای خودمون خواهریام، فقط و فقط خودتون مهمین. اون پدرستایی که میاد میزنه نباید بهش دل ببندین. من خودم به شخصه، من چندین ما قربانی این عمل کریه شدم، من دل بستم، وابسته شدم، کونم پاره شده تو یادم بره. متوجه میشین یا نه؟ اینو باید درک کنین. و فقط یک کیره همینو بس، میاد میزنه توش و تمام، خدافظ. That's fine. و خانواده ها، خانواده ها از خانواده های محترم من به شدت تقاضا دارم که حرف این بنده حقیر، این کون حقیر رو گوش کنن. نکنین. من اصلا کلا برای بحثی که اومدم بالا این بود که خانواده ها از اونجایی که هیچ شناختی ندارن از این موضوع و فکر میکنم بچهشون یه عبا خواهریه، یه دو جنسه است، از خانواده تردشون میکنن. متوجه میشی؟ و این فرمنشه بدترین مشکلاتیه که میتونه برای یک ترنس، برای یک LGBT رخ بده. یعنی چه مثلا آسیبای اجتماعی، مثلا بهش تجاوز بشه، یا اصلا تجاوز به کنار به خاطر امرار و معاشش، به خاطر یک سقفی که بالای سرش باشه تن فروشی کنه. درسته. و عرضم به حضور شما که
براش کار مناسب گیر نیاد، سرش کلا بذارم، بخاطر اینکه کسی پشتش نیست، خانواده نداره. و عرضم به حضور شما که همینا و تحصیل وقت نداری از جامعه چه انتظاری داری؟ از حکومت؟ بله از حکومت، از حکومت فقط میخواستم چیز کنم که فقط میخواستم تقاضا کنم که واقعا یه حقی به ما بدن مثل آمریکا که یک جنسیت اکس وارد جنسیت زن و مردشون شده، به ما همچی حقی بدن. یعنی نکن بذار یک طور ساده و خیلی راحت بهتون توضیح بدم. اگه یکی بیاد به زور منو بکنه، من نمیتونم به پلیس بگم که آقا منو کردن، بیاین چیز کنیم، بیاین رسیدگی کنیم اصلا. یعنی من حتی اگه خودم بکشم نمیرم همچی کار بکنم. چرا؟ چون مسخرم میکنن. بله درست. تا حد مرگ مسخرم میکنن. همچین حقی و ما میخواییم که وقتی که مثلا بهمون تجاوز میشه، وقتی حقمون پایمال میشه، ما به ارگان خاصی، پلیسی، کلانتری، نیروی انتظامی، جایی بتونیم بریم مثلا حقمون رو بگیریم ازشون. و داشتن امنیت و آرامش در جامعه دیگه همین است. ممنونم. بعد اینکه خب یه سوالی مشترک از همتون میپرسم و اینکه چیز ریحان جان احساس خوشبختی داری؟ من به شدت خوشبختم، به شدت احساس خوب دارم، به خاطر اینکه 13 میلیارد سال زمان گذشته و اینکه اون بین 100 میلیون اسپرم من بودم که به جای رسیدم و خیلی خوشبختم که میتونم زندگی کنم. همین که سالم هستم، خیلی چیزا هستش برای زندگی کردن که آدم میتونه اونا رو ببینه و واقعا احساس خوشبختی بکنه. ممنونم. و نیلو جان شما احساس خوشبختی داری؟ چشم رو باز میکنم احساس خوشبختی میکنم. ممنونم. و اهورا جان شما چی احساس خوشبختی میکنی؟ به شدت هرگز. به خدا از در که میخوام برم بیرون، از اولی نفر به من میگن کون تا آخری نفری که میام تو خونه، متوجه میشی؟ حتی خونواده هم من میگن کونی. آخه من چی کار کنم آخه؟ درسته، به شدت هرگز. عالی عالی. و اینکه درسته، خب خدا رو شکر. چیز نیلو جان مرسی که وقتی تو گذاشتی. ریحان جان ممنونم واقعا وقتی تو گذاشتی و اینقدر نظم رو رعایت کردی، ممنونم که اینقدر ساکت بودید. و اهورا جان ممنون بابت حرفای فان و زیبا و خیلی فرهنگی بود، آموزشی بود. مرسی که بودید. حالا تا شراب داغ دیگه و امیدوارم دوباره مهمان من باشید. شما همتون رو به الله پاک میسپارم. مرسی. خودتون برید پایین که من لایو ببرم. خب دوستان عزیز، اینم از شراب داغ این هفته بود. امیدوارم که علب لذت برده باشین. دوستان عزیز، شراب داغ هر دوشنبه ساعت 12 شب برگزار میشه. ما در مورد همه موضوعات میتونیم صحبت کنیم. موضوعاتی که میشه در شراب داغ صحبت کرد میشه ترنس ها هستن، خانمای مطلقه هستن، نژاد پرستی هستش، همسر آزاری هست، کودک آزاری هست، کودکان کار هست، اعتیاد هست، همه چی، هر چیزی که بشه یه موزله و بشه در موردش صحبت کرد و فرهنگ سازی کرد، من اینجا هستم در خدمت شما و میتونم مهمان لایو من باشید. و از این بعد مدیر لایو شراب داغ خودم هستم. یه پیج جدید درست کردیم برای مخصوص شراب داغ برای مهمانان عزیز که من استوری میکنم هر کسی که میخواد برای هفته آینده مهمان من باشه و صحبتاشو گوش کنیم و حرفاشو با مردم شیر کنیم. میتونه اونجا دایرکت به من بده، من جوابشو میدم و با هم برنامه میریزیم که هفته بعد مهمان من باشه. خب تا هفته آینده، تا دوشنبه آینده 12 شب، شما همه رو به الله پاک میسپارم. امیدوارم سالم و زنده باشید. ماه رمضانم بهتون تبریک میگم. عید فطرم منتظر دونیشن خمس و زکات شما هستیم. ممنونم. فعلا خدا.